میگی من چیکار کنم؟ من ایمان دوست دارم. من اصلا دوست ندارم. هر موقع پامو گذاشتن توی مدرسه از خودم خجالت کشیدم. انگار همه چیز سر من خراب میشه. خب اگه اینطوری همه چیز سر خراب میشه نیو. خودت تنها برو. مگه بقیه بابا چیکار میکنن؟ بقیه بابا مثل من. اگه پای من سالم بود منو بازنشست نمیکردن که. شما خودتون ای بچه باشید. دوست دارید این کارا رو بکنید؟ همش برید اداره، همش برای بازنشستگی، همش بیمه. ها؟ نه دوست نداشتم. شما نمیام. نمیخوام بیا. میام. اما این دفعه آخره که میام.
این پرونده پدر منه، ابراهیم رحمتی. با 23 سال سابقه کار تو کارخونه. پدرم به خاطر مریضیش دکترها گفتن باید بازنشست بشه. هر روز با این پرونده زیر بغلم باید با پدرم به این اداره و اون اداره برم تا کاراشو انجام بدم. آخه میدونید بابام که سواد خوندن و نوشتن نداره. بعدشم به خاطر درد پاش نمیتونه از این اتاق به اون اتاق، از این طبقه به اون طبقه بره. اگه این پرونده یه روز بایگانی بشه و بره قاطی بقیه پرونده های پدره بازنشسته، تازه من میتونم یه نفسی بکشم. من تقریبا همه ای سال تحصیلیمو تو راه اداره بازنشستگی بودم. پدرم رو زیاد اینجا نکشونه. در واقع من هستم که هر روز اینجا میام. انگار من دارم بازنشست میشم. پدرم رو زودتر بازنشست کنید. این پرونده رو زودتر بایگانی کنید. آقا یه نقصی کار بزن بابا نخبرده بابا جان از همون داغو موزیم بودن کاسب رو کنیم دوره همیز خوشیم کاسب رو کنیم نه کاسب رو کنیم ای بابا سلام عیز آقا سلام مراد جان چطوری خوبی؟ مرسی عیز آقا شما چطوری؟ چونک خدا بد نیستم مدرسه بودی؟ مدرسه کدوم عیز آقا دنبال کارهای بازنشستگی بابا این اداره به اون اداره، این اتاق به اون اتاق هی پله ها رو بالا پایین میکنیم خب خسته شدیم دیگه عیز آقا عیز آقا تو تا اون نوشابه های تقیمی خونه که دوم بیم بابات کجاست؟ داره میام بابا نوشابه های میخوری؟ بده عیز آقا دوتا بده اگه نخوره خودم ای امورا که
عید آقا یه وقت پولشو هم با هم نگیریم. بابا این حرفا چه پول چیه بچه جان؟ برداریم برم بخوری. عید آقا سلام. سلام آقا ابراهیم، نوکرم. به به گزمیز روشن اولدی آقا ابراهیمی گردو. به به آقا ابراهیم بگو. عید آقا الله نارماز نوکرم آقا ابراهیم که بابا سلام نسان بابا سنده تی وزارت کار وزارت کار یولا چاوزا اون چاوزا دستیر الیف سنوزو. عید آقا یتشتی آخره دادم. خب الله شکر جانم میزم. اون کتابه بود مربوط به کار قرن بازنشستگی بود. ها اونو داری؟ برای امسال میخوام جدیدش. من نمیدونم مراد جان، اونجا کتاب داریم همش هم جدیداشو میارم. من که سواد ندارم، من فقط میرفروشم. اونجا برو نگاه کن ببین پیدا میکنی. اونجا هستش، برو نگاه. باشه بابا، اینو بگیر. از اولش من راضی نبودم بره. بابا جان گفتم پسر جان کجا داره میری؟ همینجا وایسا یه لقمه نونده. ابراهیم جان گیر بردی دیدی آقا جان من میرم جاپون که میرم. بدبختلقنم برجنم زادنم جلالتوخ یولدق گتی جاپونا. الله شکر پیس olmayıب پول یولدی برجن زادن وردو. عیز آقا خود خودشه واسه همین امساله. عیز آقا اینم حساب کنم به بچه خجالت بکن. اون دفعه هم گفتم اینجا مال خودتونه، مال باباته. برو کارتو بکن تمام شد بیار بده خودم. چشم ایده برکالله قالب الله بله اردن سالم گله گلمیه. بابا اینو بگیم. چی بابا؟ یه کتابیه مربوط به قانون کار و بیمه بیکاری و بازنشستگی و پادرد و همه چیز شما دیگه. مثلا ما میریم یه وقت اونجا خانم افراد کردن یه چیز میگن که مثلا به نفع شما نباشه. بعد ما اینا ما اینجا رو نشون میدیم که مثلا این طبق این توضیحاتی که این داریم بابای من باید طبق این مریضی که داره 100% حقوق بگیره. حالا اینو بذار اونجا این نوشه. خیلی واردی ها مراد. اما اینیم دیگه. چرا نمیخوری؟ میخورم بابا تو بخور. بخور دیگه بابا مهمون منی. آره میخورم بس. اگه نخوری میدم این مایه. خسته شدی بابا؟ آره بابا خسته شدم. خیزو من میارم. بریم. مراد این چیه لازمه؟ اینم همون نامه است دیگه واسه وزارت کاره. اینو بزنم شو بقیه کاغذه دیگه. آره اینا همش لازمه. مراد این نامه چیه صبحت نشون دادم؟ به درد میخوره؟
دیگه با شما نمیام. خودت برو دنبال کار خودت. بابا من اوزون مسخره بو. بیجون ده گلیم بیجون ده گلمیم. سن نه اولا کارمشم. ادن ال سر من ظالم اغلی. نه دیسن سن. بیا اغلی اصلا من. سن نه. من دیگه با شما نمیام. خودت برو دنبال کار خودت. برو خوندن و نوشتن یاد بگیر تا بدونی فرق بین قبض آب و برق و نامه کمیسیون پزشکی و وزارت کارو گواهی فوت چیه. هر وقت که مدرسه میومدم پشت پنجره منتظرم بود تا از را برسم، اما اون روز که اومدم نبود دیگه همه چیز رو فهمیدم. ولی شما خواستید از من قایم کنید، گفتید رفته خونه زهرا، ولی دو روز بعدش که زهرا اومد اینجا دیگه مطمئن شدم. فکر میکردی میترسم و غصه میخورم؟ فکر نمیکردی به این کاغذ پاره و غصه میخورم؟ مدرسه و خونه رو با تو تقسیم میکنم. خونه هرچند که خونه مثل گذشته نیست، چادرت یادت شبای تابستون که میشد روم میکشیدی، من از ستاره ها رو میشمردم. حالا فقط باد، حالا فقط چادر، حالا هر دو تنها. حسن هرداسا من ده تحقال میشم، مراد ده تحقالو، من بو اشاق ده یوردن میشم. او خده سوال الیم اشاق منم علمن یورلو. Mən bilməyəm nə qayrımda. Dünya ilə mən başımda xarab olub. Ah, Kəvşad. Hənuzən mehrəbun əsən. Əngar həmin dəyiruz bud ki. Əngar bat. Əngar sədə. انگار یه قفس پر از پرنده. چقدر برات قاصدک فرستادم و هیچ قاصدکی برام خبر نیفت. خودت گفتی که قاصدک ها از وقتی که رفتی من خیلی بزرگ شدم، تو نبودی ببین. با یادت میخوابم تا شاید باز ببینمت.
آقا اجازه؟ میشه ما بریم دستشویی؟ داره میریزه علی. آره آقا داره میریزه. برو بیرون. شما آقا واسه چه اومدیم؟ کار دارم آبا باش من به بهونه دستشوی در میرم که بیا با شما برم دیگه شما هم میاد دیگه من آقا معلم دیده دیگه بابا باش صحبت میکنم میام آقا ولی دعوت میکنه آقا به به آقای رحمتی کم پیدا نبودیم هستیم خدمت کجا بودید ها؟ اصلا پیداتون نبود آقای رحمتی میگم آقای رحمتی اگه شما اینقدر تو بچگیتون میرفتید میومدید مدرسه تا الان پروفسور شده بودید شما هم شوخی میگرفت آقا نه والا اصلا شوخی نمیکنم میخوام ببینم آقای رحمتی شما میخواید بازنشست بشید اون بچه خب معلومه من ولی مثل که ظاهران اون بچه میخواد بازنشست بشه آقا مراد میخواد بازنشست بشه شما باعث بشین که مراد دروغ بگه هر وقت میخواد بره دستشویی میفهمه که شما اومدید دنبالش شما باید خودتون به فکر مشکل اداری خودتون باشید شما دارید مراد بازنشستش میکنید نه خودتونو اون از دنیای بچه ها خیلی دور شده مثل بچه های دیگه بچگی نمیکنه خیلی تنهاست منم تنها هیچ کسی ندارم فقط مراد دارم فقط این بردن آوردن ها شاید بتونه جای خالی بقیه زندگیمو پر کنه رفتنی شدی؟
امشب منتظرتم. سعی کن بیای. رحمتی رحمتی کتاب درات آمو رحمتی دیپلم نگرفته داری شدی؟ امیدوارم این آخرین بار باشه. خداحافظ. مراقبت. خداحافظ. میخوایی بمونی تو مدرسه؟ آره. اصلا من خودم برم دیگه. لازمه. این همون اعتراف نامه است دیگه. تو چهره بودی به کمیسیون پزشکی. اینو حتما نگه دارید. اینو بعد کجا ببرم مرا مهر بزنن؟ دست راست. از پله ها میری بالا، طبقه بالا. اولین اتاق بده برات مهر بزنن. باشه. چی شد بابا؟ باید بریم مفاسه حساب. کدوم حساب؟ وامی که قبلنه گرفته بودیم مال عروسی زهرا. اون این نامه رو حسابداری داده که دیگه شما هیچ بدهکاری نداری. خب چیکار باید میکنم الان؟ اینو بگیری. نکردی؟ کدوم بچه؟ تو مگه دیگه گذاشتی اون بچه راحت زندگی کنه؟ بذار اقلا الان زندگی کنه. ول کن، دست از سر ما وردار. چی میخوای؟ بچه رو میگیری؟ باشه، اگه قراره تو بچه رو بگیری بگیر، ولی این قانونه که تصمیم میگیره، نه تو. اگه تو لیاقت داشته باشی بچه مال تو، اگه من داشته باشم. سلام خانم رفیع. گفته اینو باید بیارم شما تایید کنید. پدرت کجاست؟ تو پله هاست. هنوز تموم نشده؟
نه اگه شما تایید کنید دیگه تموم میشه. خیلی خوب بشه. نه همینجا خوبه، وای میستم. راستی خانم رفیق، ببخشیدا، شوهرتون بود؟ مراد، کجا میری؟ من میرم اتاقم و شما خودتون برید همون جای قبلی رو صندلی بشینید تا من خودم بیام. عجبتون تکون نخوریدا. باشه. قسمت مستمری بگیرا، بقیه کارتون اونجا انجام میدن. ممنون، مرسی. من که کسی هم نرم، حرف آسمان میه ایت ستاره هم نرم، احساس کنم یوها و بزرگا بستم. گاهی فکر کنم کاش که او شالیزاران میان با من سه بی و یه نشا بگوده بی هیچ وقت به شهر درندشت میان نم. می دل میان قوغای آشون ننم کره بکنم. گوشی ها بدر ارباب رو جدر باتی مرسی. گریه میکنه خانم عفت کلام؟ بازم که توی بابات کجاست؟ تو پلاس داری میاد بالا. باش بهتر نشده؟ بهتره بهتر که نه، اما از وقتی که شبا این روغن ماره رو به پاش میزنه روزه که بالا میشه پاش یک کم بهتره. مدارکی رو که گفته بودم با خودت آوردی؟ ببین خانم عفت کلام، این کار همش انجام شده و تو پرونده هست. من خودم اون روز این پرونده رو آوردم و بهتون نشون دادم، همون پرونده هایی که به تایید رسیده بود. فقط شما گفتید که با اون میتونه طبق کدوم ماده قانون کار بود. ماده چندون بود؟ میتونه یه حقوق 100% مستمری بگیره. ما طبق گزارش کمیسیون پزشکی و تاییدیه کارگاه پدرت باید عمل بکنی، یعنی هر چی که قانون بگه. نمیشه قانون عوض کرد. منم نمیگم برخلاف قانون عمل کنید.
آخه اون روز خودتون گفتید یه روز یادت کمیسیون پزشکی رئیس صادر کرد که بابای من از کار افتادگی 60% به پایینه. بعدش هم من یه گزارش برای شورای عالی نوشتم، اونم تجدید نظر شد. بعدش هم اونا قبول کردن که بابای من مریضی 62% به بالا، یعنی باید حقوق کامل بگیره. آخه 62% شامل اتفاقا شامل میشه. بذار من خانوکار یه نگاهی بکنم. من خودم یه نوشو دارم. این آش، این نوشه. من اینو پیداش کنم. این هاش درست اینجا اومده، همینجا. این قانون اصله، این قانون که بابای منو با 100% از کار افتادگی با 100% حقوق بازنشست میکنه. از 0 تا 60% خودش شامل بخشی از حقوقه، اما از 60% به بالا که شامل پدر منه باید یه حقوق مستمری کامل بگیره. بابای منم که از 60% به بالاه. تازه من خودم اون نامه رو نوشتم و برای همشون خوندم. فقط مونده بابای من چند تا مدرک ناقص کامل کنه، بعدش هم بره حقوقش رو بگیره. خیلی خوب، ببین اینجا یادداشت شده تاییدیه نهایی کارگاه پدرت به دست ما نرسیده. اگه این تاییدیه رو تا فردا صبح به من برسونی همه کارا ردیف میشه. ولی من فردا صبح نمیتونم بیام. خب باید برم مدرسه. خب بگو بابات خودش بیاد. شما که خودتون میدونید بابایی من سواد خوندن نوشتن نداره. میترسه بیاد اینجا یه وقت اشتباه کنه. من اینجا هستم، بیاد پیش خودم کمکش میکنم. اینو که خودم هم میدونم، ولی بابام میگه من پام جون نداره این پله رو بالا پایین کنم. خیلی خوب، فردا بعد از تعطیل شدن از مدرسه بیای اینجا، من منتظرت میمونم. بیا پیش خودم، فردا همه این کارا تموم میشه. ولی آخه پس من چی میشم اگه فردا بیام روز آخر نباشه؟ بازم فرداش باید بیام. آخه من چقدر خستم. مراد بیا آخرشه. از اول سال که مدرسه باشه تا حالا همه همی رو میگن دیگه، آخرشه آخرشه آخرشه. اصلا ببینم واسه چی خودت نرفتی درس بخونی؟ تا حالا همه من از سر کلاس که بوله میکنی کارهایی داری تو انجام بدم؟ من که مترجمه نیستم. مثلا انقدر حرف نزن حسلم و سر میبری. موضوع سر سواد نیست. چه من خودم میتونم کارامو بکنم. موضوع سر پاهامه، با همین پاهام دارم دو سر سواری میکنم. اینا میخوام من امتحان کنن. واسه چی امتحانت کنم؟ اگه من خودم تنهایی از این اتاق به اون اتاق، از این اداره به اون اداره، پله رو بالا پایین کنم، میدونی چی میگن؟ نه چی میگن؟ میگن رحمتی پادر نداره. این چه مریضی اسمش رو پای من گذاشتن؟ بابا واری همون، اونم نداره، درد نداره، مرض نداره، کوف نداره. حالا بیا ثابت کن که از سر ناچاری پله رو بالا پایین کردن. چی فکر کردی من یه الکیه؟ وقتی کمیسیون پزشکی تایید کرده که شما مریضی دو باتون درد میکنه، خواه میگم این کسی ربطی نداره. بابا سن هنوز شاف سن، سن نبیرسن زندگی نه من هنی خواه از بچه ای چه میدونی زندگی چی آخه؟ نه من دیگه بچه نیستم، خیلی هم خوب میفهمم زندگی چیه. اگه من بچه بودم، اگه من بچه بودم که اینجا نبودم. اگه من بچه بودم
همیشه با دوستان بودم، با اونا بازی میکردم. تازه اینقدر دنبال کار بزرگترا نبودم، اینقدر راه رو، این همه پله، دوچرخه، خیابون. اگه من بچه بودم، خدمت پدر و مادر عزیزم سلام عرض میکنم. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. به خواهر عزیزم لیلا خانوم هم سلام عرض میکنم. یک سال هست که از شماها من دورم، اما چاره ای نیست، من به زودی میایم. پدر عزیزم شما کمی صبر کنید، من با کار و پولی که تا سال دیگر پس انداز کنم میتوانم در آینده کاسبی خوبی راه بندازم. اکثر بچه ها که بعد از دو سال از اینجا برگشتن و ازشون توپ به توپ شده و زن گرفتن. البته راستش اکثرا وضع خوبی برای زندگی نداریم، یا کار میکنیم یا تو کار خونه و کارگاه ها... تو کارخونه و کارگاه ها میخوابیم. اما شما نگران من نباشید، صاحب کار من آقای یوشی احمدتا. آه بله بله، میشناسم. کار من آقای یوشی ماهاتاب به من خانه داده، خالی بندی هم نمی کنم. مادر جان من دلم برای شما تنگ شده، دلم می مستقیم برو سر چهار را بپرس. رضا یه بار تولد نشده. بابا این که تولد واقعی نیست، این جشن تولده. بعدشم من اصلا زیاد تولد نرفتم و نه زیاد دیدم، فقط یه اون موقعی که بچه زهره به دنیا اومد، اون موقع یه دفعه فقط تو اون شلوغی دیدم. آه آدم یه بار بدونه میاد دیگه. خب اینو که خودم میدونم، ولی اگه بچه‌شو دوست داشته باشه باید هر سال واسش تولد بگیره. دوست داشتم این چیزاش مگه؟ آدم 6 تا بچه داشته باشه برای همشون هیچ جشن باید بگیره؟ خب آره دیگه، مثل زهره خودمون باید برای معصوم و مریم و حامد و محمد جشن تولد بگیره. هیچی دیگه، از اول سال تا آخر سال باید هیچ جشن بگیره، جشن بگیره. خب آره دیگه، جشن تولد بده. نه بد نیست. خب بس بریم دیگه، آن خیلی دیر شده. خونه هاشون
اما زود باش دیگه، تولد دیر شده. بله بگی بابا. بابا من میرم، شما برید خونه، من بعدا میام. باشه. تولد خوش بگذره. اینجوری میاد تولد؟ کیه مادر؟ مراده. بی تو دنبال کاسبی والا نمیتونی بیرونی خونه، نه خودت میگی. دیر کردی؟ بعد از چند سال با کلی التماس بین اون تونستی همه راضی کنی واسه ما تولد بگیری. این از تو که درگیر کارهای بازنشستگی بود. حالا خوب ما هیچ وقت تولد هم نمیگیریم. چیکار بکنم؟ تقصیر من نشد دیگه. یه لقمه نون. تولد بچه چی؟ اونم یادت نیست؟ آره، بعد بخندی. آخه بابات خودش نمیتونه بازنشسته بشه. به تو چه مربوطه؟ هی قرار تو بازنشستش بکنی. بابا تو هم که شورشو در آورد. حالا گیرنده اگه من میموندم تو خونه و تولد بچه‌م بود و میخواست واکنک به تلفونه که مثلا تولدش شده، حالا من نبودم، تو باری که نشده، حالا بدون من واکنک رو به تلفونه. فعلا که بابا تو شورشو در آورد. واسه ما تولد نگرفتن قرار نیست که ما واسه بچه‌مون نگیریم. بابا آرزو داره این جوون، پیش بچه‌هاش گرفت، پیش دوستاش گرفت شده. من نمیتونم. اگه با من یادم رفت. اگه با من حالا چی میخوای بگیری؟ میخوای تو از بشه کلا میخوای راجم تو خیلی بال گرفتی. خیلی خوشی چقدر باولو. تولد چی این حرفا کدوم؟ آخه باز قیافمو به این حرفا بخوری یا نه؟ ما چرا خیسه؟ خیس نیست، ژله. ولی انگار خیسا. میخوای دست بزنی؟ آره 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 یه زنی زنی خیلی خوشگل با حاله. نه بدونی مورو اگه بشه سال دیگه بخوام تا الان تو حیات نه خندی نبا. آخه من میخوای عروسی تو حیات بگیری؟ آخ خنده داره اصلا حرفو گرفتی. آره چطوری گرفتی؟ من چی واسه ما تولد کنستی؟ ما حالا یاد گرفته باشیم این چیزا به ما نمید از این روز حالا حالا هر دیگه هم نه چی چی دوره اصلا خواهی بابای عمتون برین خودتون واسه خودتون تولد بگیرید. منم که مردم واسه من اون روز تولدمو بگیرید. از آتو میگیرم مصیبتی. ای خدا ای خدا دلم میخواد هوار بکشم. خدای از دست تو من چیکار کنم؟ هیچ وقت سر وقت خونه نبودی. حالا من به جهنم. من اصلا زن تو نه کلفت این خونه. آخه بابا بچه هست، به فکر بچت بودی. خیلی سرش میشه دوستاش افم اومده بود. در پنجره رو ببندش. آبرمون رفت. زشته دیگه بابا اون در پنجره رو ببنده. اینقدر یاد بکشی خیر سرمو میخواستیم آبروداری بکنیم. از دست تو، از دست تو این کارات من دیگه دیوونه شدم. نمیدونم چیکار کنم. دلم خواست سر بزنم به من. باید دیگه برم چون فردا روز آخره. منم باید چند تا ماده قانونی از کتاب دارم که فردا یه وقت نهانو کردن حداقل بتونم جوابشونو بدم. ببین مراد یه کلمه بگو نه خیال خودتو راحت کن. به کی بگم؟ به بابات دیگه. نه نمیگم. بیا تولدت مبارک.
درست میکنم. هرچی تو بچگی بیشتر با موات بر بری، بزرگ که بشی بیشتر موات میریزه. موقع مثل من کسل میشه بابا. من شما تو بچگی با موات زیاد بر میرفتی. نه بابا، موقع ما اصلا رومو نمیشه جلو آینه وایستیم. چرا شما کسل شدید؟ نمیدونم، شدم دیگه. هر ربطی به ور رفتن نداره. نمیدونم. بابا. بابا. تاریخ تولد من کیه؟ زمستون بود. نگفتم که چه فصلی؟ چه روزی؟ یادمه وقتی به دیونه اومده بودی برف سنگین اومده بود. او شد برف اومده بود. اینه همونش هم یادت نمیم. تاریخ تولد مامانه چی؟ یادته؟ مراد خسته شدی؟ نه کمی پاهم درد میکنه. وایسه استراحت کن دیگه. میترسم دیر بشه. ولی آخه اینطوری که نمیشه. باز وایسه زیاد میشه. شبم میگم اون وقت در پام نمیتونم بخوابم. سلام حسن آقا. سلام حسن آقا. سلام آقایون رحمتیار. چه عجب حسن آقا،
میشه چشمت به این چرخ ماموشت ما بیای؟ میبینی که یه چش دارم، اونم مشغوله. ساعتتون رو کجا میدین تعمیر؟ اصلا آقا کدوم ساعت؟ ساعتمون کجا بود؟ همون ساعتی که صبح بیدارتون میکنه برین سر کار. کدوم کار اصلا آقا؟ من دیگه به درد کار کردن نمیخورم. اصلا آقا بابای من دیگه داره بازنشست میشه، سر کار نمیره که. ما هم دیگه دنبال کارهای بابا میدیم. حسن آقا پای بابای من خیلی درد میکنه. خدا شفا بده. برید برگرد. یادتون نره ها، زود بیاد میخوام برم خرم. باشه چشم. باشه چشم. مراد بیا بالا. مراد بیا تو جهاز. بس میشه. بابش یالا میام. صدات خوب نمیام. برو میشه که برام. مراد جهاز کی بشیم بابا؟ آخه نمیتونم. آقا میشه زارون رفت. اصلا پسرم نگه داشته. چقدر منتظرت شدم. چطور شد درکندی اومد؟ بسیشه بگیم. اگه بزنی میزنیم. حد گوش کن. صدات قطع بست میشه. فقط یه چیزی مون شبیه هم دیگه هست. شما دلار خرج میکنیم. هلو. هلو گوش کن. صدات قطع بست میشه. ندارم میزنم. شما بعدن بیا. آخه تا شما بیاید خیلی طول میشه. شما ممکنه بازم گیر بره. خیلی خوب باشه. شما میام. خدا بزرگ میخوام اینو که باشه. من نازک اینم بعدش 7 4 بعد از دویدی؟ بله. عجلم که داری؟ بله. پدرت کش؟ تو راه، یعنی تو پلاس. اینا همه مدارکاس؟ بله. بیا عزیزم، تقریبا همه کاراش انجام شده، فقط باید بدی بابات اینجا رو امضا کنه، بعدش هم دیگه کاری نداری. باشه چشم. بابا کجای من از اون موقع دارم دنباله میگرم. بیا باید اینجا رو امضا کن. خانم افتت کلم گفته اگه اینجا رو امضا کنی دیگه تمومه تمومه. خیلی بشین. شما خودتون بیا اونجا. باشه. آقا جان چیزی نبود. بفرمایید خانم افتاد کنم. آتیم برای صحبت کنم. این همون امضایی که گفته بودید. البته امضا نیستا. انگشته. شما که خودتون میدونید. بابای من سواد خوندن نوشتن نداره. همیشه به جای امضا انگوش میزنه. گوشی رو بده ارباب رو جو دارم.
تیم را صحبت کنم گوشی. بابا تن سو پله هاست؟ بله. خیلی خوب. این میبری پیش خانم کرباسی میدی برای ثبت، بعدم بایگانی بشه. تمام. بازم باید بیام اینجا؟ نه. دیگه تمومه تموم. مبارکه. ولی من مطمئنم بازم میام اینجا. بی خود بکودم بابا جان، تو چرا اینقدر از خودت ضعف نشاندی؟ دنیا که به آخر فان رسه. تو بی کس و کار نیست، تو هزار تا کس و کار داری. بله خیلی عشان دیل بخیه. سلام. غربت چیزه؟ آدم در هر جایی تنه غریبی بی، حتی در شهر خودش، در خانه خودش، اصلا مهم نیه ایه اویه. تو ناراحت نبا بسته، تو فقط واگذار بکن به خدا. من خودم دارم اشانی هم را چی بکنم. آها چیه؟ چی میخوای؟ اینو خانومه، یعنی آقای من میدونم میدونم. آها عریق رحمتیه با ما بجور. دانم بابات کجاست؟ بالا، یعنی این تو بلاز صداش کنم؟ نه نه بدیش به من. بدین چی گفتن دارم؟ تی جوانی بوشد، تی عمر بوشد، تی زیبایی بوشد، تی زندگی شون داره. تو کی خیلی به خودت بایی؟ بابا جان دندانی که درد کنه آدم کنه فیشنه دور. بله بیا اینو میبری میدی به آقای زمانی. میدونی که کجاست؟ بله طبقه چارو، همون آقایی که همیشه میگه اصلا نمیشه. نمیشه؟ یعنی چی که نمیشه؟ خب چطور شد؟ بردار ببر بهش بده. ده برو دیگه، چرا واسه من ها نگاه میکنی؟
بریم بابا. به نام خدا، من پدر مراد رحمتی هستم. مراد به من یاد داد خواندن را، نوشتن را، نگاه کردن را. مراد یک پدر بود اما کوچک. من پدر مراد هستم. من قبض آب را خودم میخونم. من قبض برق را خوب میشناسم. حتی میتونم اسم مراد را بنویسم، اسم همه اونایی که دوستشون دارم. من میدونم کی تاریخ تولد مراد است. من تولدش را جشن میگیرم.